بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران کیست؟ قطعاً اولین اسم هایی که به ذهن شما میاد اگه پرسپولیسی باشید احمد رضا عابدزاده و علی رضا حقیقی و بیرانوند هستن، و اگه استقلالی هستین ناصر حجازی و رحمتی. اما اگه میخواین برای همیشه بدونین چه کسی بهترین دروازه‌بان تاریخ ایران هست تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. احمد رضا عابدزاده هم در تیم استقلال و هم در تیم پرسپولیس بازی میکرد. او به همراه استقلال یک بار قهرمان لیگ و با پرسپولیس 4 بار قهرمان لیگ ایران شد و با استقلال 1 بار قهرمان جام باشگاه‌های آسیا شد. او همچنین با تیم ملی ایران هم 1 بار قهرمان بازی‌های آسیایی شد. عابدزاده نقش مهمی در صعود تیم ملی به جام جهانی 98 داشت، اما در جام جهانی کارنامه خوبی از خودش باقی نگذاشت. ناصر حجازی دروازه‌بانی بزرگ بود که 14 قهرمانی در جام‌های مختلف و 8 نایب قهرمانی رو تجربه کرد. فدراسیون فوتبال ناصر خان حجازی رو 41مین دروازه‌بان قرن 21 معرفی کرد. اون تونست 2 بار با استقلال قهرمان آسیا بشه و 1 بار هم قهرمان بازی‌های آسیایی بشه با تیم ملی. ناصر حجازی تجربه شرکت در المپیک و جام جهانی رو هم داشت. ناصر حجازی و غلامرضا تختی تنها چهره‌های ورزشی هستند که نام اونها در کتاب مفاخر و نامآوران ایران زمین قرار گرفت. عملکرد ناصر خان حجازی هم در جام جهانی اصلا خوب نبود. علی رضا بیرانوند تا الان 4 بار قهرمان لیگ برتر شده و 3 بار قهرمان سوپر جام ایران شد. در سال 2017 9مین دروازه‌بان برتر جهان به انتخاب فیفا شد. او با تیم بلژیکیش هم قهرمان جام بلژیک شد. همچنین بیرانوند در جام جهانی نسبت به عابدزاده و حجازی بهترین عملکرد رو داشت و کمترین گل خورده رو داشت. نام بیرانوند در کتاب گینس با پرتاب دست 61 متری هم درج شد. اون همچنین اولین دروازه‌بان تاریخ فوتبال آسیاست که در بین نامزدهای دریافت مرد سال فوتبال آسیا قرار گرفت. حالا با وجود همه این داستانها نظر خود شما چیه؟ حجازی، عابدزاده یا بیرانوند؟